به نام خدا، تو این اسلاید آموزشی میخوام در مورد منحنی مشخص های موتورهای سه‌فاز صحبت بکنیم. کلا موتورهای سه‌فاز دو منحنی مشخص مهم دارن، یکی گشتاور به دور موتور هستش، یکی جریان به دور. خب تو این منحنی مشخص گشتاور به دور ما چند تا چیز مهم داریم، خیلی ساده اینها رو میگم خدمتتون. موقع راه اندازی که جریان دور صفر هستش، گشتاور راه اندازی تقریبا بالا هست. بعد از یک مدت که دور افزایش بده که گشتاور یه مقدار کاهش پیدا میکنیم، و در یک دور مشخص یا قبل از دور نامی گشتاور موتور به حد اکثری میرسه، و بعد از اینکه این مقدار حد اکثری رو طی کرد گشتاور کم میشه، بعد دور افزایش پیدا میکنه تا این حدود که حدودا به دور نامی موتور میرسه. خب این به صورت ساده بود منحنی گشتاور به دور یک موتور سه‌فاز. برای جریان هم همین حالت رو داریم، جریان موتور نسبت به دور موتور در لحظه راه اندازی که دور صفر هست ما حداکثر جریان رو داریم، که جریان راه اندازی هست در حال زیر مستقیم خیلی بالا هستش. این جریان کاهش پیدا میکنه هرچه دور افزایش پیدا میکنه، و تو این محدوده تقریبا به دور نامی موتور و جریان نامی موتور نزدیک میشه. خب هرچه دور بیشتر بشه جریان موتور هم کمتر میشه تا به جریان نامی برسیم. خب دو تا منحنی که دارن هم دیگه داریم اینجا، گشتاور به دور و جریان به دور موتور. فقط نکته که میتونیم از این منحنی ها بگیم کنار هم دیگه این هست که در گشتاور نامی جریان نامی هم اتفاق میفته. در همین نقطه است که دور نامی هم خواهیم داشت برای موتور سه‌فاز. یه سرعتی داریم به اسم سرعت سنکرون در موتورهای سه‌فاز که همون سرعت میدان دوار موتورهای سه‌فاز هستش، که از این رابطه به دست بیاد این موسس با دو برابر فرکانس دفتر 60 تقسیم بر تی که تعداد قطب هستش. خب توی اسلاید بعدی این رو توضیح میدم. یه موردی هم داریم به اسلیپ یا میتونیم بگیم حالا شیب، که یه تفاوتی هست بین سرعت سنکرون و سرعت آسنکرون که در موتورهای سه‌فاز روتور قفسه‌ای همیشه این اختلاف وجود داره، یعنی باید وجود داشته باشه بین سرعت سنکرون و سرعت آسنکرون. سرعت سنکرون سرعت میدان دوارمون هستش و سرعت آسنکرون سرعت روتور هستش، و همیشه اینو باید بدونیم که سرعت روتور از سرعت میدان دوار یا دوار سرعت میدان دوار استاتور کمتر است و نمیتونه مساوی باشه. اگه مساوی باشه اصلا موتور کارایی نخواهد داشت، باید یه اختلافی بین سرعت سنکرون و آسنکرون وجود داشته باشه. در مورد این رابطه چیز خاصی نداره، فقط این قطب رو من توضیح بدم. خب گفتیم که سه عدد سیم پیچ هست داخل موتور، که این سیم پیچ ها بر یه قطب های استاتور بسته میشه. خب همینطور که تو این شکل میبینید به طور مثال فاز اول روی دو تا قطب بسته شده، Q1 و Q2. فاز دوم هم همینطور، و این هم هست فاز سوم. پس اینجا میتونیم بگیم عدد قطب دوه، یعنی عددی که تو اون فرمول قبل داشتیم باید دو قرار بدیم، و فرکانس رو هم که خب فرکانس 50 هرتز قرار میدیم. بقیه عدد هم مشخصه، دور سنکرون موتور بر حسب دور بر دقیقه اینجا به دست میاد. خب این هم لغزش اسلیپ هستش، که خب اختلاف بین سرعت روتور و سرعت میدان دوار استاتور هستش. که یه نکته که میتونیم بگیم این هست که هرچه شما بار روی محور موتور رو بیشتر بکنید لغزش بیشتر میشه. در واقع اختلاف
سرعت روتور و سرعت میدان دوار استاتور افزایش بده. خب و در مورد گشتاور بگیم، رابطه گشتاور به این صورت است که گشتاور نامی فرمولش 9550 سبتره، توان موتور، موتور پاور و از بچه بار تقسیم بر دور موتور هست که RPM هست واحدش. و گفتیم که خب گشتاور نامی یه نقطه روی منحنی هست در این محدوده اتفاقی. و نکته مهم دیگه که حتما باید بدونید و توی ساخت استارترها مورد نیاز هست این هستش که گشتاور موتور به ولتاژ موتور نیز بستگی داره. یعنی شما هر چقدر ولتاژ موتور رو کاهش بدید، گشتاور موتور هم کاهش پیدا میکنه، که حالا اینو توی ساخت استارترها میبینید که به خاطر اینکه ولتاژ موتور در لحظه اول و لحظه راه اندازی کاهش پیدا میکنه، گشتاور موتور هم کاهش پیدا میکنه. خب این منحنی مشخص ها چیزی که کلا از منحنی مشخص ها نیاز داره یا ممکنه در فیلم های آموزشی بعدی مورد نیاز بشه، توی این چند تا اسلاید خدمتتون عنوان کردیم. در فیلم های آموزشی بعدی شروع میکنیم، از راه اندازی ها شروع میکنیم، راه اندازی مستقیم، ستاره مثلث و الی آخر. با تشکر.